زعفران یا طلای سرخ، گیاهی گرانبها که نامش با نام ایران گره خورده. ایران نیمی از زعفران جهان را تأمین می کند، اما روند کاشت، نگهداری و برداشت این گیاه کاری سخت و طاقت فرسا. تلاش یک ساله کشاورزان برای تولید تنها چند کیلو زعفران. اما شرکت زعفران تک در اسرائیل نوید انقلابی تازه را در تولید زعفران می دهد. انقلابی که با بهره گرفتن از تکنولوژی پیشرفته می تواند چالشی بزرگ را در مقابل محصول زعفران ایران قرار دهد. این دانشمندان اسرائیلی توانستند طلای سرخ ایران را صدها برابر کشت عادی در مزارع زعفران به طور مداوم و در هر فصلی در آزمایشگاه تولید کنند. برای تهیه تنها یک گرم زعفران هزاران گل از این نوع گل‌های زعفران لازم است و این شرکت اسرائیلی تلاش می‌کند که با پرورش این گل‌های زعفران در شرایط آزمایشگاهی به زودی نرخ زعفران را بسیار پایین بیاورد. تومر بن رفائل یکی از مخترعان این شیوه نوین است. ما در حقیقت تکنولوژی پیشرفته را وارد کشت سنتی زعفران کرده ایم و از این طریق موفق شده ایم تا گلهای زعفران را وادار کنیم چند بار در سال جوانه بزنند و در نتیجه زعفران بیشتری را به دست بیاوریم. ما می توانیم زعفرانی با کیفیت عالی را چندین بار در سال برداشت کنیم. این گفته تومر را یک بانوی ایرانی که زعفران مرغوب را خوب می شناسد می تواند محک زند. این زعفرونی که از ایران برامون فرستادن و این زعفرونی که در اینجا تولید شده، از نظر بو دوتایشون یه بو رو میدن. حالا از نظر مزه ببینیم چه مزه‌ای داره. دقیقاً همون مزه است، همون بو، همون مزه زعفران خودمون رو میده. دیوید فرایندبرگ، رئیس و سرمایه گذار این شرکت، نه تنها خود را در رقابت با ایران نمی بیند، بلکه خواهان همکاری با کشاورزان ایرانی است. من از کشاورزانی که از این طریق صدای من را می شنوند می گویم، با وجود آنکه ما اسرائیلی هستیم با ما تماس بگیرید. ما خواهان همکاری با شما هستیم. ما به دنبال دریافت انواع پیازهای زعفران ایرانی هستیم تا به روی آنها نیز آزمایش کنیم. ما می توانیم با توانایی های تکنولوژی من و تجربه شما ایرانی ها کارهای مهمی انجام دهیم. مدیران این شرکت امیدوارند که با جذب سرمایه‌های لازم تا دو سال آینده تولید انبوه زعفران در اسرائیل را آغاز کنند. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.